برنامه یاد خدا و با تقدیم سلام به شما بیننده های عزیز، بازم خیلی خوش آمدین به برنامه رسم زندگی. تا ساعت 2:30 با ما همراه باشین، با شما هستیم. بیننده های عزیز، هم ما میفهم که در ماه مبارک رمضان کسایی که تکلیف میده دارن بعضن خیلی با مشکل میباشن، اما در ماه مبارک رمضان این که چگونه که رژیم غذایی خوب داشته باشین تا کسایی که تکلیف میده دارن با چیز مشکل مواجه نشه. و در تکلیف میده رو یک بخشش که ما امروز صحبت میکنیم سوزش میده هست که معمولا از این هموطنان خیلی شکایت میکنن. ما هم خواستیم که امروز همین موضوع در برنامه انتخاب بکنیم تا اینکه شما هم وقت از غذاهایی که استفاده میکنین متوجه باشین و تا ای که سوزش میده برتان ایجاد نشه و اینکه چگونه جلوگیری و پیشگیری بکنین، روی امین موضوعات امروز در برنامه بحث میکنیم. پس با ما همراه باشین. مهمان را هم با خود دارم، صحبت های بیشتر با مهمان برنامه ما می داشته باشم. آقای احمد طارق انصاری، متخصص امراض داخلی هضمی و اندوسکوپی، امروز با ما در برنامه هستن. بیاین با دکتر بیشتر در رابطه با سوزش میده صحبت ها داشته باشیم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام بر شما، همچنان کارمندان خوب شما، همچنان زیاد سلام گرد به تمام بینندگان تلویزیون خورشید. خدا کنه که از ساعت کامل برخوردار باشید. سلامت باشین. در آغاز در رابطه با سوزش سرمیده کم معلومات بدین تا دوستای ما معلومات داشته باشن، بعدا روی بخش دیگه شان صحبت می‌کنیم. سوزش سرمیده وقت ما گفتم که خود اسید یا محتوای میده از میده به میری نشاط کنه یا بیاید، در صورت با سوزش سرمیده پیدا می‌کنه. خود از یعنی برگشت اسید از میده به میری به نام سوزش سر میده. ریفلکس میده به میری میخوایم روی ایجادش بگوینیم که چگونه ایجاد میشه و در قسمت تشخیصش همین که چگونه تشخیص شده وقتی که این سوال بسیار خوب است. ریفلکس یا برگشت محتوای اسید میده به میری، علتش چهار علت داره. علت اولیش ما شما میفهمیم که در قسمت پایینی میری یک والف یا دسام یا دریچه است که در صورتی که انمی دریچه یا دسام به عدم کفایه یا نرسایی دچار شود، یک مقدار اسید از میده به میری میاد، سبب ریفلکس میده به میری میشه. و در حالت عادی فشار خود انمی معصره 10 الی 30 میلی متر ستون سیما است و فشار میده 5 میلی متر ستون سیما است. در صورتی که فشار تفاضل فشار فی ما بین انمی دریچه یا خود میده تفاضل فشار صورت بگیره، یک مقدار اسید از میده میاد به میری، سبب ریفلکس میده به میری میشه. یک دیگه ای که خود انمی دریچه یا دسام یا والف در قسمت پایین میری که است، در صورتی که این تغییر موقعیت کنه، یعنی دالت عادی زیر حجاب عاجز است، حجاب عاجز پرده است که شکم از صدر یا سینه جدا میکنه، در صورتی که خود انمی دریچه از حجاب عاجز بالاتر قرار گیره، این یک پاوچ یا کیسه را میسازه که را به نام چوری میده میگه. علت دومش انمی هرنیاست. علت دیگهش خود میری است. دالت عادی میری حرکاتی که میکنه، یک مقدار اسیدی که از میده به میری میاد، این پاکسازی میکنه، در صورتی که بنابر بعض عوامل خود انمی پاکسازی برهم بخوره، سبب برگشت محتوای میده یا ریفلکس میده از میده به میری میشه، سبب ازی میشه. علت چهارمش خود میده دالت عادی باید زودتر تخلیه شود، در صورتی که خود میده نتونه دیرتر تخلیه شود یا خود دریچه یا دسام پایینی میده یا اوجه قرحه یا زخم باشه یا کسایی که شکر دارن حرکاتشان کم است، میده یک ذره توسعه میکنه، یک مقدار اسید افراز میشه، اسید از میده برگشت یا نشاط میکنه به میری، سبب ریفلوکس یا انمی سوزش سر میده میشه. و معمولا دکتر مریضی که نظر شما میای از ریفلکس میده به میری با چی نوع شکایت دارن، با چی نوع علائم اینا شکایتشان هست؟ سوال بسیار خوب است. بیشتر به ارتباط تشخیصش گفتیم. تشخیصش معمولا نظر به شکایتی که مریض می داشته باشه ما تشخیص میکنیم و تشخیص 100% قطعیش توسط اندوسکوپی است. و مریضایی که پیش ما مراجعه میکنن به ارتباط که ریفلکس میده یا التهاب میری داره نیست، در ابتدا یا یک دلجوشی کار میکنن، یعنی میدهشان قسمت بالش شکایت میکنه که سبب سوزش میشه، یک که انمی دیگه یا از درد صدری که انمی یا یعنی درد سینه از این درد میتونه که طرف بالا، طرف گردن انتقال کنه، طرف چیز زنخ انتقال کنه، میتونه طرف خلف انتقال کنه. دیگه دوستای ما شکایت میداشته باشن به جریان خوردن، یعنی یا وقتی که میخورن درد احساس میکنن، این شکایتشان میداشته باشه. دیگه دوستای ما در جریان خوردن
بندش احساس میکنند. دیگه یک تعداد از شکایت دوستان یا مریضا هیکک است، هیکک می داشته باشند. این دوستان دل بدی می داشته باشند، استفراغ می داشته باشند. برگشت یا ریگور جدیشن می داشته باشند. میگن وقتی که یک مقدار نان، وقتی که می خورم نان و یا مایه ترش نمکی در دهان می آید. این شکایت است که شکایت وصفی مریض است. یک تعداد دوستان به شکایت غیر وصفی دارم. غیر وصفیش یعنی این مریضای ما میگه ما دوامدار سلفا دارم یا سلفا های مزمن می داشته باشند. سلفا های طولانی یعنی گلوندردی میشه که سبب امی ریفلکس می داشته باشند. با میری دیگه ای که دوستای ما خب شدن آواز می داشته باشند. دوستای ما التهاب انجره می داشته باشند. این شکایت است که مریضا می داشته باشند. خب در صورت که این حالت یا ریفلکس میده با میری تداوی نشد چی عوارض جانبی را به جا خود گذاشت و یا هم بگوین که چی سبب ریفلکس یا برگشت اسید وقتی که از میده به میری به در صورت که در موقع مناسب تداوی شد بسیار انظار خوب داره بسیار گپ منطقی است در صورت که اینمی ریفلکس میده به میری تداوی نشد سبب دو نوع اختلاط میشه یک اختلاطش که یک حالت قبل از سرطانی است به نام باروتیزوفاگوس باروتیزوفاگوس ما شما میفهم که تبدیل شدن میتاپلازای استوانی و خشت فرشی است یعنی یک حالت پیش از سرطانی تبدیل میشه یک اختلاط دومش چون دوامدار یا که تداوی نشه بعد از دیر مدت این سبب یک زخم میشه زخم در خود میری میشه بازی قطر یا لوله داخلی میری را تنگ میسازه وقتی که تنگ ساخت سبب یک تزایق میشه تزایق تنگی را میگه سبب تنگی میشه اینی دو اختلاطش است خب دکتر صاحب زیاد کسا از بعض دواهای دیگه نظر به بیماری های دیگه شان استفاده میکنه معمولا از ادویجات و دواها زیاد استفاده میکنه استفاده بیش از حد دواها یا بعض از دواها هم سبب این حالت یا ریفلکس میده به میری میشه یا خیر سوال بسیار خوب است بسیار دوستای ما از ادویجات مختلف استفاده میکنه بعضی از دوستای ما خودسرانه میره دوا میگیره بخواب به منظور درد کمر درد مثلا پای درد مثلا سر درد مثلا میرن از دواخانه یعنی بدون نقصه تجویز نقصه دکتر میرن دوا میگیره این بسیار دوا گرفتنش هم خوب نیست بعض از دوا خودش سبب امی عدم کفایت یا نارسایی خود امی دریچه پایینی میری میشه یعنی مساعد میشه که یک مقدار اسید از میده به میری بره سبب امی حالت شوه یک تعداد دوستای ما که نفس تنگی دارن مثلا یک تعداد دوستای ما که به خاطر کمخونی دوا میگیره اینمی یک مقدار دوستای ما یا مریضایی که به خاطر فشار بلند خون از ادویه استفاده میکنه اینمی ادویه زیاد خودش سبب عدم کفایت یا نارسایی خود دریچه پایینی میری میشه این سبب میشه که اسید ریفلکس کنه از میده به میری سبب دلجوشی یا سوزش سر میده شود و یک تعداد دوستان یک به ارتباط دوا گفتین یک تعداد مریضا با من دوا را دوا بخصوص دوای ضد میکروب یا آنتی بیوتیک میخورن اما با مقدار کم یا هیچ آب استفاده نمیکنن این کاملا یک شیوه غلط است بخصوص دوایی که دوکزاسیکلین آهن میگیرن یا ویتامین سی یا کوتریمکسازول این دوایی است که معمولا دوستای ما میشناسن گلوندرد میشن یا دیگه مشکل سالفای گپا دارن میره میگیره این ادویجات باید حداقل با 110 سی سی آب یا مایل کنن اگر میشه با یک گلاس آب مایل کنن بسیار کار منطقی است ایجگاه یا چی نکنن بدون آب استفاده نکنن در صورت که این دوا را بدون آب استفاده کنن خود از این سبب امی التهاب میری میشه که منجر به زخم میری میشه بالاخره این سبب دو نوع اختلاطات گفته میگه پامش بله همه تو بیشتر با دکتر صاحب در رابطه با سوزش سر میده صحبت ها را می داشته باشیم بعد از یک میان برنامه خیلی کوتاه در ادامه با ما همراه باشیم ادامه برنامه هست بازم با شما هستیم سوزش سرمیده موضوع امروز برنامه ما هست بیشتر تاکید ما چون ماه مبارک رمضان است یک غذاهای خوب را و چه گونه غذاهایی را باید استفاده بکنین تا نو از امراض میده را که داریم با این همه مشکلات مواجه نشین در رابطه با سوزش سرمیده دکتر صاحب کم بیشتر را صحبت بکنیم از غذاها شروع بکنیم غذاهایی که معمولا سبب سوزش میده میشه در رابطه با این غذاها کم معلومات بدین خوب است بعضی از غذاها خودش مستقیما سبب سوزش سر میده شده میتونه مثلا غذاهایی که بیشتر تیز تون تهیه شده باشن غذاهایی که بسیار سرخ شده باشن
غذایی که با دو تیکه پا تهیه شده باشه، غذایی که بسیار مسالجات در او زیاد استفاده شده باشه. بعضی از میوه‌جات ترش است، مثلا میوه‌جات سیتروس برش میگیم، خودش هم سبب سوزش سر میده شده میده. دیگه چاکلیت خودش سخیم هم سبب همی آدم کفایه یا نرسه دریچه پایینی میری را سبب میشه، یعنی مقاومت ازیر کاهش میده سبب سوزش سر میده میشه. یعنی تعداد دوستای ما دخانیات استفاده میکنی، دخانیات خودش سبب سوزش سر میده شده میده. سگرت میزنن اکثرا میخون خودش، قهوه استفاده بکنن یا پرخوری یا ای خودش سبب سوزش سر میده شده میده. خب دکتر صاحب، معمولا بیشتر افراد یا همتنان ما تکلیف میده دارن و گفته میشه برشان که اصلا روزه گرفتن نمیتونن. در کدام حالات تکلیف میده اینا اصلا روزه گرفتن نمیتونن؟ و یک مثلا در افطار بعضا از پرخوری ها یاد کردین، اما یک طریقه روش یا خوبه که غذا باید استفاده شد و بعضا نمیدونن، به صورت همه چیز به یک بارگی استفاده میکنن، اما پسان ترک ببینیم برشان از این نوع مشکلات میدر ایجاد میکنه. روی این دو بخش کم صحبت بکنین تا معلومات داشته باشن. مریضا یا دوستایی که زخم میده دانه، یعنی زخم فال دارن، استفراغ خون آلود دارن، درد شدید بطنی دارن، یعنی تشخیص شده باشه پیش یک دکتر داخلی ازمی یا اندیسکوپی این تشخیص شده باشه که زخم فال دارن، در حالت بازی با دوستا روزه نگیرن. وقتی که روزه نگیرن خود گرسنگی سبب میشه که یک مقدار اسید بفروشن، سبب حالت از یار بدتر بسازن. دوستایی که زخم میده، رودای کوچک یا زخم میری دارن اما تحت تداوی هستن، یعنی قرحه یا زخم فال نداره، دو صورت میتونه یا با مشوره دکتر معالج خود یا دکتر صاحبای ازمی یا میتونن روزی خود بگیرن. و دیگه معمولا غذاهایی گفتید کدام غذا باید در جریان افطار استفاده شد، وقتی که ما روزه میگیریم 17 یا 16 در هر مدت زمانی که می باشه، باید در جریان افطاری ما از یک ذره آب شیرگرم استفاده کنیم، شیر استفاده کنیم، چای کمرنگ، باید کمک شکر استفاده کنیم، یک یا دو دانه خرما استفاده کنیم برای نیم ساعت. نیم ساعت بعد ما میتونیم که چی کنیم، غذای مثلا تهیه شده هر غذایی که باشه چرب استفاده کنیم، مشکل نیست. اگر دفعتاً ما غذای چرب استفاده کنیم یک شیوه مناسب نیست، دفعتاً ما زود سیر میشیم. دیگه ای که معده در این مدت که ما روزه گرفتیم یک ذره کمکاری به ایجاد میشه، وقتی که ما دفعتاً این پر بسازیم بازم سبب احساس ناراحت دلدردی گپا میشه. شوی بهترین افطار گفتم براتون خرماس، آب شیرگرم است، یک ذره فرنیز، یک ذره دوغ است، اما هیچ وقت از آب سرد استفاده نشه. آب سرد یک تعداد دوستان عادت داره وقتی که افطاری میشن از آب یخ استفاده میکنن. تحقیقات جدید که نشان داره وقتی که آب سرد ما استفاده میکنیم ای سبب خود سوء هاضمه یا بدهضمی یا دیسپپسی برش میگن سبب از شده میتونه و همچنان اندامهای داخلی ما را تخریب میکنه. باید از آب شیرگرم استفاده کنه. دکتر شد در سحری هم زیاد وقت میگن وقتی که تشنه نشن زیاد از آب سرد یا بیشتر آب مینوشن، این فایده داره نداره؟ میدر ما باید قدر پر نسازیم که باز از طرف از در جریان روز عذاب شویم. خوب است که اگر آب استفاده میشه از خود افطاری تا سحری از 3 تا 4 لیتر آب زیاد استفاده نکنیم. ما عادت داریم یک مقدار غذای چرب استفاده، غذای نمکی، غذای سرخ شده و سر از او 7-8 گلاس آب استفاده. این شیوه مناسب نیست. وقتی که ما آب استفاده میکنیم باید از حساب کنیم از خود افطاری تا سحری باید از 3 تا 4 لیتر آب استفاده کنیم. آب استفاده کنیم، آب شیرگرم، آب یخ گپا استفاده نکنیم. زیادتر کسایی که غذاهای سرخ شده میخورن یا غذاهایی که نسبتاً ثقیل‌تر، از کدام غذاها در ماه مبارک رمضان بیشتر مفید است تا که به معده‌شان مشکل ایجاد نکنه یا سوزش سر معده هم نوزن و امروز معده را ایجاد نکنه، غذاهایی که بیشتر مفید باشه؟ غذاهایی که بیشتر مفید باشه غذاهایی است که آوی فایبر باشه، فایبر یا الیاف طبیعی باشه، مثلا سبزیجات، میوه‌جات، از این غذاهایی استفاده کنه کمتر چرب باشه. اگر قرار باشه که ما از غذای نمکی یا غذای سرخ شده یا غذایی که تیز تون تهیه شده استفاده کنیم، این در جریان روز سبب سوء هاضمه گپا شده میتونه.
خوب است که از سالات استفاده کنیم، میوه‌جات زیاد استفاده کنیم. اگر امکانش هست از افطاری تا سحری میتونیم، ما وقت کافی داریم، میتونیم ما از میوه‌جات طبیعی استفاده کنیم، نه که خود نوشابه های گازدار یا انرژی گپا استفاده کنیم. این خودش به عزمیت ضرورت داره، از او خاطر در وقتی که ما روزه میگیریم یک مقدار میده را یک کمک تنبل میشه، از او خاطر ما اگه این چیزا را استفاده کنیم برای ما مفید نیست، سبب دلدردی سوی عزمیت گپا شده میتونه. بهترین غذا سبزیجات، میوه‌جات و همچنان غذایی که کمتر چرب باشد و باید از او استفاده کنیم. کسایی که دوای میده میخورن یا برشان توصیه شده که باید بخورن، در اوقات افطار، سحری کدام اوقات چگونه باید از دواهایشان هم استفاده بکنن تا در جریان روز برشان از او درد میده و سوزش سر میده همچون مشکلات ایجاد نشه؟ خوب است دوستایی که مشکل میده دارن باید از دوایی که برشان تجویز شده و دوار مثلا میشه که افطار کردن دوای خود بخورن و اگر سی وقت است 2 بجه شب استفاده کنن و یک وقت دیگه شب باز میتونن که در سحری از دوای خود استفاده کنن. اگر مشکل میده دارن باید دوای خود نرمال بگیرن، نظر به مو هدایت دکترش. از نوشابه ها هم گفتین، ما در برنامه های قبلی هم با شما صحبت کردیم. خب زیاد کسا ناگزیر در ماه مبارک رمضان میگن ما استفاده میکنیم چون هوا گرم است، حالا اگر استفاده بکنن تا کدام حد چگونه و یک طریق راه روش درست؟ منظورتان از نوشابه گازدار؟ نوشابه هایی که گازدار هست. نوشابه گازدار اصلا در ماه مبارک رمضان خوب نیست، باید از نوشابه ما بیشتر گفتم از نوشابه استفاده کنن که از میوه‌جات طبیعی باشه. بهترین نوشابه آب تربوز است، از این استفاده کنند، در جریان روز هم یادش نمیشه و میتونن که میوه‌جات دیگه مثلا سیب استفاده کنند، ناک استفاده کنند، دیگه کیله استفاده کنند. اینیا ای از یک طرف خب در جریان روز ما گشنه نمیشن، از طرف دیگه ویتامینی که ما از دست میدیم او را ما میتونیم که عاده کنیم. معمولا از کسایی که اسید معده دارن در از طرف سو وقتی که ناز خواب بیدار میشه اسید کم بیشتر میشه، حتی بیشتر افراد دلبدی هم دارن. خب ایده ای حالات که خب در طول روز مخصوصا در ماه مبارک رمضان وقتی که از چیز خوردن میتونه دوام مسائل به خاطر اسید معده و یا هم این دلبدی های کم رایش می باشد چه کارهایی را انجام بدن؟ به خاطر از اینکه یا دچار دلبدی یا سوزش سر معده نشن، در ابتدا قبل از افطاری باید یک گلاس آب شیرگرم بخورم. یک دوستا در شیرینی عادت داره میتونه آب شیرگرم یا کم چای کمرنگ استفاده کنن و یک کمک شکر در او اضافه کنن و زیاد پرخوری نکنن. اگر زیاد پرخوری کنن خود زمینه ساز به ایست که از طرف روز قرار باشه ما میده را ما کمتر پر بسازیم، از طرف روز اسید بر زیادتر پیدا نمیشه، یعنی ما در جریان روز دلجوش نمیشیم. ما میده خدا باید کم غذا بگیریم، یعنی در حالت عادی 3 وعده غذا ما داریم، ما با یک وعده از این از دست میدیم، باید ما 2 وعده را تعقیب کنیم. میتونه که ما وقتی که روزه میگیریم ما باید 3 وعده غذا بگیریم، به خاطر از اینکه با یک خود این پرخوری سبب میشه که میده یک ذره توسعه کنه، از وجرات که بنام وجرات پاریتال است از او اسید افراز میشه، اسید که افراز شد بالاخره سبب دلجوشی است. راه حلش است که غذای ثقیل لازم استفاده نشه، غذایی که نمکی است تیز تون تایی شده چربی گپا از این استفاده نشه. کسایی که زیر سن 18 است میتونه از غذای کاوی پروتئین شامیات کار از این استفاده کنه، مشکل نیست. اما کسایی که بالاتر از سن 18 است باید از غذای چرب به خصوص گوشت بابی گپا کمتر استفاده کنن. اگر گوشت گپا استفاده کنن هفته 3 بار از او اضافه تر استفاده نکنن. یعنی راه حلش هست که ما بعد از سحری خواب نکنیم و دیگه پرخوری نکنیم که در جریان روز ما سبب دلجوشی یا گفته شما که اسید معده ما زیاد نشه. روی غذاهای افطاری صحبت کردیم، کدام غذاها میتونه بیشتر مفید باشه؟ به سحری چه چیزهایی را باید استفاده بکنن؟ کدام غذاها را تا در طول روز با مشکل مواجه نشه؟ سوال بسیار خوب است. در جریان سحری ما میتونیم از بیشتر گفتم که از خود افطاری تا سحری ما میتونیم از میوه‌جات طبیعی استفاده کنیم. ما میتونیم از هر نوع غذا استفاده کنیم اما بسیار چرب نباشه، به خصوص کسایی که قبضیت داره خواه هرگز یا غذای چرب نمکی گپا استفاده نکنه. میتونیم ما از غذایی که آوی الیاف طبیعی هست مثلا سبزی پالک استفاده کنیم، کدوگرک استفاده کنیم، از
بامیه گپا استفاده کنم گپ یا از برنج گپا استفاده کنیم بسیار چرب نباشه از گوشت گپا گوشت مرغ گوشت ماهی استفاده کنیم گپ خوب است اما اگر غذای چرب بازم علاقه داریم غذای چرب استفاده یک دوستای ما میتونه غذای چرب استفاده یه طاقت شر نمیه در اون صورت اگر غذای چرب استفاده میکنه باید در ختم غذا یک گلاس آب لیمو با یک نیم قاشق شکر استفاده کنن تا در جیرون روز یا ناراحت نشن اگر قرار باشه که یا غذای پروتئینی یا غذای سرخ شده چرب استفاده میکنن طاقتشان نمیه میشه که باز در ختم از او باز یک یا دو گلاس آب لیمو استفاده کنیم انشاءالله در جیرون روز برازی ها مشکلات ایجاد نمیشه ای هم دوست عزیز همون روش های بهتر استفاده غذا که در سحری و افطاریه باید استفاده کنین دکتر صاحب یادواری کردن در رابطه کسایی که معمولا نظر به مو زخم میده ای را که گفتن یا مشکلات شان کم جدی تر است و از طرف دکتر صاحبای ما برشان توصیه میشه که نباید روزه بگیرن ولی بسیاری هم با وجود که توصیه میشه برشان که روزه نگیرن میگیرن روزه شاید هم روی عوارضش نمیدانن این کسایی که حالا اگر وقت برشان اجازه داده نشده که اینا باید روزه بگیرن ولی بازم روزه میگیرن چی از پیامدهای منفی را میتونه داشته باشه در صورتی که دوستای ما که مشکلات میده دارن یا زخم میری دارن زخم میده دارن یا زخم رودای کوچک دارن اگه بر از یاد توصیه میشه زخم فال دارن که روزه نگیرین یا روزه میگیرن خود از این سبب اختلالات میشه میشه که سبب خونریزی شوه میشه که سبب غار شدن خود یا میده یا رودای کوچک یا پاشه میشه که نفوذ خود نمی زخم به دیگه قسمت های عضویت گپ پاشه حتی اگه دوامداری حالت چیکنه زمینه ساز به یک فیصدی کم زمینه ساز به سرطان معده و روده کوچک گپ است خوب است کسایی که زیر نظر دکتر مالجشون یا دکتر صاحب از می مشکلات یا زخم فعال معده یا روده کوچک داره لطفا و روزه نگیرن اگر قرار باشه که زخمایشان التیام پیدا کرده باشه دوا برشان تجویز میشه بعد از دوام بگیرن روزی خودم بگیرن مشکل نیست وقت ما دکتر صاحب تمام از صحبت های خیلیتان خیلی کوتاه میشتم خب بر ارتباط از اینکه یک تعداد دوستای ما در جریان روز تشنه میشن باید برای جلوگیری از تشنگی یا میتونه از دسری آب استفاده کنه بیشتر استفاده نکنه آب لیمو استفاده کنه بهترین سالاد یا بهترین سبزی کاهو است کاهو خوبیش دهی است که یکی ایخ نظر به دیگه سبزیجات مایات بیشتر داره آب بیشتر داره دیگه ای که ای دوستایی که قبضیت داره میتونه از جلوگیری از قبضیت شه تربوز کاهو دیگه میوه‌جاتی که داوی فایبر عالی آفتابی باشه از استفاده کنه بسیار خوب تشکر دکتر صاحب از شما که با ما بودین سلامت باشید تشکر از شما بیننده های عزیز این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم در رابطه با سوزش سر و معده و در ماه مبارک رمضان دکتر صاحب هم که گفتن غذاهایی را که گفتیم خیلی توجه بکنین چون در طول روز براتون چیز مشکل ایجاد نشه از این نوع سوزش معده و امثال ها مورد مشکلات معده که کسایی که مواجه هستن و کسایی که هم تکالیفشان کم جدی تر است همونطور که دکتر صاحب گفتن در قسمت معده اونا هم وقت توصیه میشه برشان که روزن نگیرن و مورد که دکتر صاحبا توصیه میکنن اونا هم توجه داشته باشین سلامت باشین این بود برنامه امروزی که تقدیم تون کردیم 488 به خاطر پیام هایتون است اگر میخواین که به برنامه ما پیام بگذارین 488 تماس بگیرین بعدن کلید 47 فشار بدین برنامه رسم زندگی در خدمتتون است فیسبوک همچنان در خدمت شما است و با ما همراه باشین تا دیدار بعد خداوند نگهدار همه ما شما